رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، خوشحالم که با اتون صحبت میکنم. از تهران مزاحمتون میشم. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از اینکه مجدد وقت شما و شنونده های عزیز رو میگیرم، به این جهت که من 5 ماه قبل با شما تماس گرفتم و مشکلم رو گفتم، اما متاسفانه هنوز مشکل حل نشده و این بارم همسرم هم حضور دارن. اگه اجازه بفرمایید یه مختصری توضیح بدم تا یه یادآوری بشه، و اینکه با اجازهتون من چون به خاطر اینکه وقت زیاد گرفته نشه من اینو نوشتم، اگه اجازه بدین رو نوشتم بخونم. حتما بفرمایید. خواهش میکنم. آقای دکتر، من 63 سال دارم و همسرم 69 سال و 38 ساله که ازدواج کردیم. ایشون از یک خانواده مردسالار و به شدت وابسته بودن که قطعا مشکلات زیادی رو برای زندگیمون در بر داشت و باعث اختلافات و درگیری های شدید می شد که هنوزم متاسفانه در این سن و سال ادامه داره و دیگه واقعا از حوصله و توان جسم و روح من خارج شده آقای دکتر، به طوری که رفته رفته ارتباطمون کمتر شد تا اینکه از سال 98 تا شهریور امسال دیگه هیچ ارتباطی حتی کلامی هم با هم نداشتیم. در واقع مثل دوتا همخونه بودیم و یا بهتر بگم طلاق عاطفی داشتیم، تا اینکه در 4 شهریور امسال آخرین موردی که پیش اومد من خونه رو متاسفانه ترک کردم و به خونه خواهرم رفتم. 2 هفته نگذشته بود که خواهرم به کانسر سینه مبتلا شد و این هم دردی بود که اضافه شد. آقای دکتر عذرخواهی میکنم. حالا اگر این کانسر پیش رفته نیست که ای بسا در 95% موارد خوب میشه، چرا اینقدر یک نسبت بهش حساسید و علاوه حالا چه ارتباطی به زندگی شما داره؟ احساساتی شدم، ببخشید. چون آقای دکتر شما یه چیز دیگر هم به من بگید برای من عصب کنید. فرزند چی دارید؟ 2 فرزند داریم، یه پسر یه دختر، که پسرم ازدواج کرده و دخترم هم با ما هستش. خب چند سالشونه؟ پسرم 37 سال و دخترم 32 سال. خب من خیلی زود باردار شدم. بله. نه خب دخترتون چی خونده، چه میکنه؟ دخترم فایننس خونده و کار میکنه، زبان چینی میدونه و مشاوره اقتصادی رو داره به زبان چینی. خب اون وقت ازدواج نکرده؟ هیچ وقت ازدواج نکرده؟ نه نه خیر آقای دکتر. اوکی، خب بریم سراغ شما، شما و همسرتون. خواهش میکنم آقای دکتر، این مزید بر علت شو برای من، پیش خواهرم بودم، پیشش بودم، مسائل و مشکلات خودش که الحمدلله فعلا تا این لحظه خوب هستن، و بعد مشکلات جامعه و خودم و خواهرم. خلاصه آقای دکتر خیلی همه چی دست در دست هم داد و دوران خیلی سختی رو آقای دکتر گذروندم این 5 ماه. و مورد آخری که پیش اومد، من در تماس اولی که با شما داشتم نمیخواستم زیاد وارد بشم که وقت رادیو رو نگیرم، اینه که مورد آخر، حالا مثالش رو بزنم که شما بدونید در طول این سالها همچین اتفاقاتی میافتاده. ما در یک مجلس 40 یکی از اقوام که بیشتر به من این اقوام نزدیک بود، چون فامیل در حقیقت پسرم میشد، چون عروسمون فامیل من هستش، و ما دعوت داشتیم. این مجلس هم مجلس سنتی نبود، یه مجلسی بود که مثلا شیرخانی بود، دفسنی بود، اینا یه مجلس خاصی بود که من دوست داشتم شرکت کنم. ایشون اومدن و ساعت 7 مثلا تا 9 این مجلس بود، اومدن خونه، گفتن آماده هستی؟ گفتم بله من آمادم، بریم. گفتن که نه، صبر کن تا برادر من جلسهش تموم بشه، 1 ساعت دیگه جلسه ایشون تموم بشه ما بریم این مجلس. گفتم خب ما بریم، ایشون هم میان.
چون جلسه ها معمولا یک ساعت میشه، دو ساعت یا بیشتر. گفتن که نه آخه ایشون یه گلی تهیه کرده میخواد. گفتم خب باشه، ایشون میاد با گلش میاد. بعد گفتن که نه منم سهیمم در این تاج گل. گفتم آخه این چهلوم ما همین برای خط دفن ایشون مراسم تشییع جنازه تاج گل برده بودیم، الان اصلا نیازی نبود، شما با من اصلا مشورت میکردی. گفتن نه. گفتم آخه من میدونم شما به هر حال همیشه تو زندگی این مشکل رو ما داشتیم. شما یعنی شما آخه میخواید مورد... شما میخواید یه مکالمه مالی چند ماه یه مدت قبل رو فکر کنید، میخواید برای من بگید چی قایششون؟ هیچ کنش رو قبول ندارم. برای چه اهمیتی داره؟ این... چی گفتید؟ آخه شما الان همین الان خرابش کرد. سب کنید عزیزم. ما در دنیایی هستیم عزیز که وقتی یه موضوع و مسئله داریم باید همونو حل کنیم. یعنی من میرم به بانک میگم که من میخوام 100 تومن از حسابم بردارم، میگن ندارید 70 تومن دارید. من که نمیتونم بگم من 30 سال مشتری شما هستم، اینجا 3000 تا بردم، اونجا 7000 تا بردم، اونجا 14000 تا بردم، 200000 تا بردم، 50000 تا بردم، اینم آوردم شما من میگید من 100 تومن ندارم. خب حرف این است که اونا رو دادی و گرفتی، الان چیزی که مونده تو حسابت 70. روزی که شما با یه کسی اختلاف دارید چرا این دفعه الان خودتون گفتید برمیاد میگید ما همیشه این مشکل مسئله رو داشتیم؟ خب همه چیز غیر قابل حل میشه. حالا اصلا این مکالمه شما که نمیتونید عزیزم اگر ضبط شده میگید من الان ضبطو براتون میذارم، میتونستم بفهمم. این که شما دلتون میخواد داستان رو این گونه بگید، هیچ مغزی نمیتونه مکالمه دو نفر رو این گونه که شما الان میگید بیان کنه. من نمیخوام بگم شما دروغ میگید، ولی میخوام بگم اصلا بعدم تازه نوع گفتگو غلطه. تازه حرف این که او برگشته میگه که من و برادرم شریکی گلی خریدیم، ترجیح میدم دوتایی با هم بریم که به حساب هر دومون گذاشته بشه. گرچه میتونستن اینجور دیگه هم بگن. شما با این کار یک اصلا خریدن گل مخالفید، و دوم اینه که ما چرا باید یه ساعت صبر کنیم که برادر تو که یه کار دیگه داره و نخواسته به من و تو این احترام رو بذاره که یا بگه برید ببخشید یا برگرده بگه که من کارم رو زودتر تمام میکنم میام. حالا چی شد اونجا چون اون گفتگوتون که منو به جایی نمیرسون، گفتگویی که شما 38 ساله به قول خودتون با هم داشتی، خب چی شد؟ آره میدونین آخه به خاطر اینکه من میدونم که همسرم با من هم عقیده است، ولی به خاطر اینکه خواهرش و برادرش و خانواده‌اش رو ناراحت نکنه اونا رو در اولویت قرار میده. آید دکتر نه معلوم نیست. نه 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 نیست. 38 ساله. نه 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 صبر کنید، صبر کنید عزیز من. باز شما رفتید همین حرفای قدیمی رو میزنید عزیز من. من برخی از اوقات تو زندگیم برادرم تو خونه منه، ولی یه آدمی هم مهمون منه. من معلومه ای بسا نظر و جانب اون مهمون رو میگیرم، ولی معناش این نیست که اون مهمون ای بسا یه صدام برادر من برای من اهمیت و ارزش رو حرفش کنم بهتره به میل او حرکت کنم تا برادرم. بله شما الان دارید برمیگردید میگید من در بارده یه خانواده شدم، اونم 38 ساله که ترجیح همسرم اول خانواده اصلا میپذیرن کنشون. خب معلوم این جایگاه شماست، شما که نمیتونید هر روز راجعش بحث بکنید، مثل که هر روز صبح بلندش بشید بگید قد من از همسرم کوتاه‌تره یا بلندتره، حالا بیاید دعوا کنید. شما به کجا میرسید؟ یعنی یه دلیل گرفتاری های ما اینه که ما فکر میکنیم مسائلی که اصلا قابل حل نیست به خاطر اختلاف نظری که داریم، به خاطر نوع نگاهی که داریم، به گفته شما که درسته جدول ترجیحاتی که داریم، معلوم این چنینه. این حرفی که شما الان به من میزنید، من میتونم بگم اگر در ایران مثلا 20 میلیون 30 میلیون 20 میلیون خانواده وجود داره، تو 15 میلیونش هست که علت همین است که ازدواجی که مبتنی بر وابستگی و مهرطلبیه، ازدواجی که بر مبنای اکستندد فامیلی خانواده گسترده هست، ما در یه جامعه هستیم که نه تنها مرد سالاره، ما پدر تبارم هست، یعنی تبار پدر، فامیل پدر مهمتر از تبار فامیل مادر، پدر بومی هم هست. ما بعد از که ازدواج کردیم به خانواده مرد میریم نه به خانواده زن. به همین دلیل در یه جامعه مانند ایران پدر تباره، پدر بومیه، مرد سالاره، پدر سالاره، در یه همچین جای معلومه که در مقام مقایسه در شرایط مساوی تازه خانواده مرد ترجیح داده میشه. به همین جد است که ماجرای فرض کنین مادر شوهر و مادر زن اصلا قابل مقایسه با هم نیستن، خواهر شوهر و خواهر زن قابل مقایسه با هم نیستن،
برای که یه جامعه است که شکل و فرمش این گونه است و شما 38 سال به گفته خودتون با همسرتون سر این موضوع ها به کرات که ای بسا هزار بار چند هزار بار میشه اختلاف داشتید، چرا به این واقعیت توجه نکردید که این کار باید یه جوری یا حل بشه یا بپذیرید ازش بگذارید و الان منشأ اختلافتونه؟ اونم بعد وقت هر زمان که شما یه همچین موردی پیدا شد یه دفعه برگردید سراغ همه گذشته. یعنی ببینید عزیز، امروز در دادگاه ها منو اگر به یه جرمی متهم کردن جز در شرایط خاصی که جرم مرتبط به مسائل دیگری است که قانون مشخص میکنه، نمیتونن موضوع دیگر رو بیارن تو کار. نمیتونن بگن پدر بدی هم هست، نمیتونن بگن که تو ادارش هم خوب کار نمیکنه حالا که منو به جرم یه چیز دیگه گرفتن. آخه ریختن همه اینا رو هم که مسئله و مشکل حل نمیکنه. علت که این گفتگو رو با شما میکنم به خاطر این است که این ماجرا حل شدنی نیست. کجا جنگی که بین فامیل وجود سم... یعنی من علتش دکتر ببینید تا الان نه صبر کنید چه باید صبر کنید چه باید کرد؟ اصلا چه باید کردی نداره عزیز، چه باید کردی نداره. شما اومدی در یک جامعه و خانواده ای زندگی میکنید که به در سالار و پدر تبار و پدر بومی است بر اساس حرفایی که بر اساس اونچه که میدونیم. بعد شما میگید در جامعه ای هستم که همسر من در شرایط مساوی دیگران رو یا خانواده خودش رو ترجیح میده. این یه واقعیت نیست که شما باید به حساب بیارید. حتی شما اینو میفرمایید مطالعات علمی نشون میده به میزانی که بچه ها مهمترن همسر کم اهمیت داره، یعنی یه کورلیشن همبستگی منفی است. اگر یه پدر یه مادر بچه‌اش خیلی اهمیت داره همسرش کم اهمیت داره. مطالعات اینو نشون میده، یه واقعیت ها هست که هست و شما به جنگ واقعیت ها که نمیتونید بدید. شما یه دختر خانومی هستید رفتید توی ازدواج با یه آقایی که 38 سال هم داری باشون زندگی میکنید، دو تا فرزند ازشون دارید. واقعیت هم این است که شما باید بدونید وقتی شما بگید بریم باغ و یا بریم سینما، اگر مادرشون، خواهرشون، برادرشون یه چیزی عکس گفتن، ایشون بر مبنای میل اونها حرکت میکنید. اصلا من فرض رو میپذیرم که چنین، خب یه واقعیته. درست مثل اینکه شما بگید ما میخوایم بریم سینما یا بریم تئاتر، دخترتون بگه نه من ترجیح میدم بریم سینما. خب ستای پامشید میرید سینما، تئاتر نه. ترجیح نظر دخترتونه تو نظر شما دوتا که بدوده. بله. یعنی چی؟ بله. دکتر ببینید، یعنی تو الان اگه پدر و مادر بودن من باز میگفتم پدر و مادرم. الان که مادر در قید حیات نیستن، پدرم سن بالایی دارن، الان جایگزین شده. آقای دکتر من نمیتونم اینو تحمل کنم. یعنی نکنید. جایگزین شده. نکنید. حرفای خواهر و برادر اولویت قرار داره. خیلی خوب. من هیچ کاره هم تو این زندگی. خب بیاد از زندگی بیرون. چرا نمیاد بیرون؟ شما قرار بود از اولش طلاق میگرفتید میرفتید. ببینید عزیز اشکال کار اینه. بله. شما با واقعیت خود خب نه. من زود باردار شدم آقای دکتر. من 3 ماه بعد از ازدواج باردار بودم و نتونستم بچه‌مو بذارم بیام. میدونم شما مخالف این مطلب هستید. نه عزیزم، من مثلا مخالف این مطلب برمیگردم به گذشته. نه با شما نمیشه بحث کرد عزیز من. شما اسناد و دلایلی میارید که دلیل و سند نیست. شما بی خود کردید، بدون عقل و هوش رفتید ازدواج کردید. شما بی خود کردید که 3 ماه بعد حامل شدید، حاملگی که به شما تضمین نشده، تصمیم گرفتید بچه دار بشید یا یه اصولی رعایت نکردید بچه دار شدید. ببینید شما نمیتونید یواشکی یه کاری، من میگم این آدمم در این حال کشتم، آدم حواسم نبود کشتم، نمیتونید اینو بگید. آقای دکتر من ببین... اون چیزی که قبل ازدواج درشون میدیدم بعدش ندیدم آقای دکتر. خب معلومه نمیبینید. پس اصلا هیچ من نمیتونسته. عجیبه شما معلومه نمیدیدید. ندیدم. یعنی ایشون بزرگ خانواده بود، بچه اول بود و الان آقای دکتر اصلا اون چیزی که من دارم میبینم دیگه نه احترامی سرکار خانم داره. خیلی خوب عجیبه ها. ایشون بی احترامی میشه آقای دکتر. خیلی خوب میشه همه اینا قبول. من اصلا من مطمئنم سر کنید، من مطمئنم حرفای شما رو خیلی هاشو همسرتون قبول ندارم، ولی اصلا میزه بگم منم عرضم خدمت شما این است، حرفای شما دقیق درست واقعی است، بر مبنای اون عمل کنید. بر مبنای اون چیه؟ قبلا مسئله داشتید الان هم دارید. ببینید عزیز، ما تو دنیا نمیتونیم با واقعیت ها بجنگیم. ما تو دنیا نمیتونیم با اون چیزی که کاری براش نمیتونیم بکنیم هی بریم به جنگش. شما من بگید چاق و لاغر شو، میتونم. به من بگید قد تو بلند یا کوتاه کن، نمیتونم. من دارم خدمتتون عرض میکنم، من جامعه شناسی خانواده درس میدادم، به هر حال کار من اینه. حرف من این است که در ایران از 100 تا خانواده 98 تاش
خانواده هسته‌ای مبتنی بر اینکه زن و شوهرن از اساس آزادی و برابری برخوردارن وجود نداره. 97-98% نیست و این یه واقعیته. به همین جهت است که ما الان به فشارهای عصبی رسیدم. آقای دکتر آخرین باری که ایشون چه اهمیتی داره؟ خب ما متأسفانه تنش‌های شدید و فیزیکی با هم داشتیم و به شدت انقدر خشم روی چهره من اومدن آقای دکتر که من اون شب توی سرم احساس برگرفتگی داشتم و من سرکار خانم شما نمیتونید سرکار خانم یک کمی گوش کنید. نباید دیگه دقیقاً مسائل قرار بگیرید. دقیقاً خطر داره برای سلامت. دقیقاً اینطوره. فشارت بالا بود و سکته مغزی میکنی. سرکار خانم چرا بازی در میارید؟ من برمیگردم میگم الان برای به سب کن بفرمایید دکتر من همون کار اصلا شما اهل این حرفا نیستید. اصلا شما اینقدر فیکس هستید ثابت هستید. از من به شما برگردم میگم یه دو پسری هست اومده خواستگاری دخترتون ولی اصلا آدم خوبی نیست. عرق‌خورم هست، چاوگشم هست، زندانم بوده، نمیدونم دزدیم کرده. خب هر کدوم از اینا که من اضافه میکنم شما بیشتر میگید که به درد دختر من نمیخوره. شما دارید همینجوری عیب میذارید روی عیب روی همسرتون. منم همه رو میگم از شما قبول میکنم. شما با گذاشتن عیب بیشتر و بیشتر و بیشتر که یک شما آدم خوبه نمیشی. ایشون نه آقای دکتر بعدن... واقعیت رو به شما میگم. من واقعیت... متاسفانه خیلی چیزا رو تو رادیو نمیتونم بگم آقای من اصلا خانم عزیز منم که اصلا قبول دارم شدت خشمگینن خیلی خب دیگه گفتم مثل که چاقو هم میکشن عرق هم میخورن. خب من میگم چرا موندید؟ شما دلیل اولتون این بود که من 3 ماه بعد حامل خوشحالیش که شدید. اولا نباید میشدید. مسئولیتش با شماست. ما بارها رفتیم برای جدایی ولی ایشون منصرف شدن. نیومدن. عجب داست. بارها و بارها رفتیم. سرکار خانم آخه شما چرا میخواید فقط جواب بدید؟ بی خود کردید. میگفتید خودمو میکشم طلاق میگرفتید. میرفتید دادگاه طلاق میگرفتید. ایشون من قرار بود بیان حتماً. اصلا شما به عنوان زن بد شناخته میشید، مادر بد شناخته میشید. ببینید عزیز من و شما که نمیتونیم بگیم وقتی به خودمون میرسه بگیم من مجبور ایران که من نمیتونم طلاق بگیرم. خب بنابراین تو جامعه ایرانم اذیت نشید. آدم ساکت میشه زور همسرشو خانواده همسرشو دخالت مرد و فضولی اونا و کسافتکاری اونا و بدبختی اونا رو میپذیره. دو طرفه که نمیشه بازی کرد. اگه نتونه بپذیره هیچی میمیره میره یا طلاق میگیره. دیگه نمیتونم این مسائل رو بپذیرم آقای دکتر. خیلی خب نپذیرید. حالا باید چیکار کنید؟ گزینه شما چیه؟ من خواستم اگه شما راهکاری برای من دارید. اصلا ندارم. یه راه اصلا ندارم. اصلا ندارم. من به شما گفتم اون آقایی که برای خواستگاری اومده زندانم بوده، عرق خورم هست، چاقوکشم هست، قماربازم هست، دزدم هست. و شما میگید یه راه های کار کرد پیدا کنی آدم خوبی بشه که بعد بیاد خواستگاری دخترم. ندارم عزیز. ببینید به همجه است که تمام کوشش من ای شما میگید کوشش من این است که با واقعیت که نمیشه جنگید. من هم گفتم اصلا میپذیرم از شما، نه اینکه این گونه است، میپذیرم. هیچ خوش نمیدونم هیچ هیچی. و این همون گرفتاری ماست که ما از یه طرف ادعا میکنیم از یه طرف ادعا میکنیم ما آزادیم و حق انتخاب داریم و میتونیم انتخاب کنیم، از یه طرف نه. چرا این بحث رو داشتم؟ 4 تا نونه که بدبختی ماست: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. دقیقاً هم تو حرفای شماست. خب وقتی نمیدونم نمیتونم نیازمندم بعد وحشت دارم. من تو جامعه ایران با یه بچه چیکار کنم؟ هیچ، نگران هستید معلومه میمونید. حالا روی خط باشید ببینیم، نه اینکه به جایی برسیم. از حالا بهتون میگم هیچ راه حلی هیچ کس براتون نداره. اگر ما یه راه حلی داشتیم که اصلا مسائل اجتماعی رو حل کنیم، هیچ. یعنی یه جامعه‌ای، باز تکرار میکنم، این گونه که است و همسر شما این گونه که شما میگید. گفتم میپذیرم، نه اینکه چنینه. حرف شما رو میگم قبول میکنم برای بحث. هیچ کاری نمیشه کرد. ایشون همینه که هستن. اصلا دکترها به شما گفتن یک دفعه دیگه شما ناراحت بشید سکته مغزی قلبی میکنید میمیرید، با تصمیم بگیرید که میخواید بمیرید یا میخواید جدا بشید. هیچ کس انتخاب خوب در مقابل شما نمیکنه. بله. راهکاری نداره. روی سلام مجدد. سلام بفرمایید. همسرم اینجا هستن. متشکرم. همسرم هم میخوان با شما صحبت کنن. اگه اجازه بفرمایید. حتما بفرمایید. البته من صحبتام مونده ولی با این حال میدم گوشی رو به ایشون.
های قربان، سلام عرض کردم. سلام، بفرمایید. وقت شما بخیر جناب دکتر هلاکویی. وقت شما هم بخیر. شما بر سر ما فارسی زبان ها مخصوصا ایرانی ها مستدام باشید. اصلا این مطالبی که همسر گرامی بنده فرمودن در رابطه با این ازدواج ما، خب همطور که شما مستظر هستید و ما حدود 38 سال 39 سال داریم با هم دیگه زندگی میکنیم و ابتدای امرم من خودشون الان میشنوند زمانی که ما با هم آشنا شدیم، خب از کنم که رفت آمدهایی با هم داشتیم، ارتباطهایی با هم دیگه داشتیم. من تو این ارتباط ها متوجه شدم که ما تو این زندگی برای هم دیگه ساخته نشدیم و خدمتشون هم عرض کردم که ما برای هم دیگه ساخته نشدیم و بهتره که این جلسه جلسه آخر باشه، ولی ایشون فرمودن که من یه محسناتی دارم و اینا و با توجه به اینکه من خودم هم بالاخره یه تمایلاتی به ایشون داشتم، این رو پذیرفتم و ما ازدواج کردیم و الحمدلله دو تا بچه داریم. همونطور که ایشون گفتن پسرم مهندس هستش، تحصیل کرده هستش، فوق لیسانس داره و MBA گرفته. عرض کنم دخترم هم که ایشون هم زبان چینی رو میتونن، جفتشون هم کارشون ترجمه هستش و الحمدلله بچه های خوبی داریم. راضی هم هستیم از اینکه تربیت بچه هم خوب بوده، تو اجتماع هم الحمدلله مشکلی ندارن، دارن خودشون زندگی خودشون رو میگردونن. ما این مسئله که ایشون راجع به این اختلاف ما آخرین اختلاف فرمودن، داستان به همین صورت بود که ما این صحبتی که ایشون کردن راجع به دست گور، من به ایشون گفتم مهم نیست، من الان به اخویم زنگ میزنم و اینو کنسل میکنم، همین الان بلنشیم بریم. ولی ایشون گفتن که نه، شما همیشه همین صحبتایی که کردن، شما همیشه خانوادت به من ترجیح میدید، درسته که چنین چیزی نیستش، من فرزند ارشد خانواده هستم، ولی هیچ موقع اجازه ندارم کسی تو زندگی داخلی من، مشترک من، دخالتی داشته باشه و همیشه خودم تو زندگی مستقل تصمیم گرفتم، حتی اونا رو راهنمایی کردم و مشکلی هم نداشتیم. ولی ایشون همیشه این ذهنیت داشت که من از اونا درس میگیرم و از اونا به اصطلاح خط میگیرم و اینا، در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده. حالا به من بگید که نصب کنید، اگر شما تحت تأثیر خانواده یا پدر مادر یا بقیه نبودید، ایشون الان اگه من بگم به چیزی استناد و اشاره کنن، دلیل و سندی فکر کنید دارن که ارائه کنن که بگن مثلا سر این موضوع من و تو قرار گوشتیم بریم خونه رو بخریم یا بفروشیم، برادر اومد این حرفا رو زد؟ اصلا آی دکتر، من خودم یه شخصیتی داشتم از ابتدا، از اون 14-15 سالگی آدمی بودم که مستقل بودم و رو پای خودم ایستادم و الحمدلله دوران نوجوانی کودکی خوبی داشتم و یکی از مطالبم ایشون ناراحتشون میکنه این مطلبی که شما همه جور تو زندگی کارهای خودت کردی، حالا ایشون نتونستن در زندگی خودشون در زمانی که خونه پدرشون بودن حالا اون آزادی رو داشته باشن، اون امکانات رو داشته باشن، نداشتن، اینجا میخوان این انتقام رو از بنده بگیرن که شما همه جور رفاه داشتید، نمیدونم همه جور کار رو انجام دادید، اونطوری که خواستتون بوده رفتار کردید. و در صورتی که من سعی کردم همیشه همونطور که شما میفرمایید روپای خودم باشم و مستقل باشم و حتی بچه های خودم رو طوری بار آوردم که اینا دستپاشون شکسته نشه، حتی طوری شده که مثلا بعضی وقتا با من تو نظرات من مخالفت میکنه، حتی من ازشون استقبال میکنم چون این حقشون هسته. شما یه مطلبی راجع به پدر مادر خوب فرمودید که حالا پدر باید یه جان نه بذار برای که به جایی برسیم. یعنی شما این گونه بیان میکنید که شما واقعا تحت تاثیر خانواده نبودید، اون وابستگی نبوده، به خاطر اعضای خانواده‌ای که درش زاده شدید مطالبی رو به همسرتون تحمیل نکردید یا نخواستید. میشه من بگید آیا واقعا همسر شما با یه واقع بینی دارن به حساب خودشون حرف رو میزنن یا واقعا تخیل و رویاشونه یا اصولا اینقدر حساسن که اگر شما با برادرتون حرف زدید پشتش فکر میکنن هر حرفی که شما میزنید تحت تأثیر ایشونه؟ این از کجا میاد؟ چرا همسر شما آدم زن بیهوشی نیست، زن باهوشی است و زمینان توانایی بحث و به قول معروف
جدل رو هم داره. چرا ایشون فکر میکنه 38 سال با کسی زندگی کرده که تحت تاثیر خانواده بوده و ایشون اهمیتی نداشته؟ بله، عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، من این رو با توجه به شناختی که برنامه شما دارم، از سال 85 شمسی من برنامه شما رو گوش میکنم. ایشون مادر سختگیری داشتن تو زندگی، مادری بوده که تمام حرفا یعنی تصمیم گیرنده ایشون بوده و همه جور تصمیم‌ها رو ایشون می‌گرفته. حتی مثلا برای مثال خدمتتون عرض بکنم، یه برنامه تلویزیونی مثلا اینا با خانواده نگاه می‌کردن، یه دفعه مادر بالا میشه چراغ خاموش می‌کرد، میگفت چراغ خاموش دیگه، وقت تموم هستش و بعد مثلا استراحت بکنه. ایشون با توجه به این که این مطالب به نظر بنده توی زندگی داشته و این بکن نکنایی که بوده، الان بنده رو برده چشونده جای مادر خودشون و فکر میکنه که بنده همون جوری مثلا دارم به ایشون تاکید میکنم، به ایشون چیزایی رو تحمیل میکنم به ایشون. بله، الان آقای دکتر من عروس دارم، الان عروس من هم 100% این برنامه رو میشنوه. من از ابتدایی که پسرم 10 سال ازدواج کرده، من میخوام بگم من چه شخصیتی برای خانوما قائل هستم، برای کلن برای خانوما قائل هستم. من همیشه خود عروس من میدونه، ایشون رو همیشه همه جا، هر جا جلوی دوست فامیل هر جایی بوده من خروج میخواستم داشته باشم، اول میگفتم خانم شما بفرمایید، عزیزم همسر گرامی شما بفرمایید. یعنی احترام خاصی برای خانواده برای خانوما قائل بودم. اینی که ایشون میفرمایند که تحت تاثیر خانواده، اصلا چنین چیزی نبوده. ما یه خانواده 8 نفره آقای دکتر بودیم، من فرزند ارشد اون خانواده بودم و الحمدلله میگه سنگ اول چون نهاد معمار کج نشد، ما الحمدلله راه رو درست رفتیم از دیدگاه خودم. الانم خیلی خب، من همونطور که عرض کردم، من ببینید من فرض رو بر این گرفتم که مطالبی که همسرتون میفرمایند درسته، ولی گفتم همونجا معلومه که در مقابل اون واقعیت قرار نیست اون پاسخ ها باشه، برای که اونا واقع بینانه نبوده. به هر حال این 38 سال، حالا به من شما اینو بفرمایید، آیا واقعا تو این 38 سال که با هم زندگی، این جنگ و جدال درباره این که تو من رو در جایگاه خودم قرار نمیدی، خانوادت اولا، نظر خانوادت مهمه، واقعا موضوع بحث شما بوده 5 دفعه، 50 دفعه، 500 دفعه، 5000 دفعه، کدامش؟ آیا تو این 38 سال ایشون همیشه در این بگم توهم بودن که این داستان همیشه تو ذهن ایشون بود. یعنی به من علنا ایشون گفتن که ببین شما فقط باید به من فکر کنید، یعنی کانون توجه شما باید من باشم. گفتم آخه این که نمیشه که، من بالاخره خانواده دارم، بالاخره من تو این جامعه. کجا سبب شد شما کجا سبب شد این اواخر در یه موضوع مهمی که شما خانواده رو بهشون ترجیح دادید؟ ببخشید اصلا آقای دکتر من اصلا نمیتونم براتون بگم، چون اصلا وجود نداشته خانواده من آقای دکتر، به قدری چون من با ایشون منو میشناسن، بچه‌شون هم شناخت دارن رو من. نه من کاری ندارم، پس نیست. من آخه شاید نصب کنید، من میخوام، نه تو این 6 ماه گذشته موردی نبوده آشکار که شما خانواده رو، حالا بذارید من از همسرتون بپرسم ببینم تو 6 ماه گذشته یا بعد از صحبت با من مورد اتفاق افتاد. ممنون میشم، یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. حتما. من پرسشم از شما اینه، ظرف 5-6 ماه گذشته که شما میفرمایید با منم صحبت کنید، کجا مشخص ایشون خانوادهشون رو به شما ترجیح دادن، انتخاب یا نظر شما رو نادیده گرفتن و یه انتخاب و نظر دیگری رو مطرح کردن؟ یه مورد رو. آقای دکتر من هر قراری که با ایشون میذارم قرار به هم میخوره، اولویت میده. من با برادرم میخوام برم میگم ای تو امروز با من قرار داشتی، یعنی اینجوری آقای دکتر. تمام این صحبتایی که ایشون الان کردن یا ایشون متوجه نیستن آقای دکتر. خب الان به من بگید یه مورد رو، الان اشتباهی میسن. نه الان به من بگید آخرین باری که موضوع مشخصی است میتونید بهش اشاره کنید چی بود؟ کجاش اونا رو به شما تر چی شد؟ تن گل برش همینی که الان براتون تعریف کردم. نه گل بر کن، غیر از گل، نه گل یکی دیگر بیارید، یه مورد دیگه. الان دکتر حضور ذهن ندارم. اوکی، اگر یک کسی 38 سال و یا هم هر روز در این اتفاق، اخیرا در 6 ماه گذشته چیزی یادتون نمیاد؟
آقای دکتر ما از سال 98 اصلا هیچ ارتباطی با هم نداریم، قطع رابطه بود. ما اصلا هیچ ارتباطی نداشتیم، شما میفرمایید 6 ماه. ولی آقای دکتر الان ایشون یه تهمتایی زدن. آقای دکتر من پدر و مادرم کنار هم بودن، با هم زندگی بسیار عالی داشتم. ما آدمای بچهای مستقلی بودیم، 5 نفر، 4 تا خواهر یه برادر، همه مستقل بودیم. من وقتی اومدم تو زندگی اینا اصلا تعجب کردم. آقای دکتر ایشون خونه، ماشین. بنابراین سر واقعیت تو اگر ببینید عزیز، من وقتی میتونم نظری بدم. نه صبر کنید. اصلا همچی چیزی که ایشون میفرمه نه نیست، قبول. آقای دکتر شما میشه برز من توجه کنید. ای دو نفر آمدن گفتم من ساعت 2 قرار گذاشتم، که گفت ساعت 6 که من نمیتونم نظر بدم. من وقتی میتونم نظر بدم که هر دو تا بگن 2 بوده، بگم درست یا غلط. شما میفرمایید این چنین نبوده، ایشون میفرمان این چنین هست. یه سوال من از شما دارم، آیا مادر شما مادری بوده که در خانواده تعیین کننده و تصمیم گیرنده بوده در مقام مقایسه با پدر یا نبوده؟ کنار هم بودن آقای دکتر. اوکی بسیار خوب هست. خب برای آقای دکتر من توی صحبتم که اولین بار به شما زنگ زدم همین رو عرض کردم خدمتتون. اینا که اصلا یه چیز خاصی بودن در زمان خودشون. پدر من خیلی کنار مادرم کمک بود، یعنی هر دو هم فکر هم بودن، ولی چون در زمانی بودن که میتونم میتونم همه فکر میکردن مادر من خوب مادر خوب سالاریه. خوب منم خواستم دقیقا همین حرف رو بزنم. ببینید عزیز، بیل بحث رو رها کنیم چون متاسفانه فایده ای نداره. اگر در یه جامعه مردان برترند و زنها کمتر به حساب میان، که شما الان میفرمایید تو واقعیت متاسفانه، اگر یه جا برابر هستن معلومه احتمالاً زور اون زن زیاده یا جرأت اون مرد کمه دیگه، برای که قاعده رو برم زده. در حال دوشون ما ضد برابر خانواده ضد هم بودیم. خیلی خب، بنابراین خب همینجاست که اشکاله دیگه. از همون آغاز قرار نبوده ازدواج کنیم، تو عرض کردم به هر حال ازدواج غلطی بوده، تداوم میشه. بس الان هم هیچ کارش نمیشه کرد، چاره جز ساختن و سوختن و ساختن که ندارید. نه ایشون عوض شده، نه شما. بعدم سر واقعیت ها با هم معرف دارید. شما میگید موضوع این گونه است، ایشون میگونن نوع دیگری است و کسی نمیتونه نظر بده. عزیز آقای دکتر ببینید، من مجبورم اینو بگم. از بد زندگی، شروع زندگی، همون هفته اول زندگی ایشون با من بیدلیل برخورد بر سر نصب یه لوسر آقای دکتر با من برخورد فیزیکی داشت. با من اصلا میپذیرم ازتون عزیزم. بعد به من برگشت گفت، آقای دکتر به من برگشت گفتش که گربه رو باید دم هجله کشت. حتی پدرشون یه روز سر یه ناهاری که ما منزلشون بودیم قشنگ عنوان کردن زن باید کتک بخوره. آقای دکتر اینا رو من شنیدم دیدم. من توهم ندارم آقای دکتر، من توی خانواده‌ای بودم که پدرم دست رو ما یک بار بلند نکرد. منم ازتون میپذیرم که شما میفرمایید واقعیت این بوده، چون من چاره ای ندارم و احتمالاً هم چنینه دیگه. گفتم اون داستان این است که حالا معلوم شد اینکه خواستگاری که اومده عرق‌خور و چاقوکش و زندانی بوده و دزدم بوده و چنین و چنان هم بوده دیگه. بعدم خب شما همچنان به هر دلیلی که خودتون خواستید موندید، حالا هم و همون دلایل یا هر چیز دیگه که مایل هستید بمونید. ولی من واقعا نظری نمیتونم داشته باشم عزیز. هیچ کس توانایی حل این مسئله و مشکل رو به گونه ای که یک شدنی باشه دو شما هر دو بپذیرید نداره. ولی یه توصیه ای که احتمالا اهمیتی هم نداره رو میکنم که اگر خواستید با کسی صحبت کنید و اجازه